هفته مد نیویورک اولین بار در سال 1943 و در پی یک ممنوعیت برپا شد. اما امروز به مهمترین نمایش سالانه ی لباس در بین سه شهر پاریس، لندن و میلان تبدیل شده. دستور ممنوعیت سفر آمریکاییان به فرانسه در جریان جنگ جهانی اول باعث شد تا علاقمندان به مد برای جبران کمبود نمایش لباس‌های پاریس فکری کنند. اهمیت نمایش مد نیویورک به چند دلیله. اول اینکه مد دومی صنعت درآمدزای این شهر به حساب میاد که شرایط درآمدزایی 175 هزار نفر رو با میزبانی 800 شرکت صاحب نام فراهم کرده. این صنعت سالانه 10 بیلیون دلار برای شهر نیویورک درآمد داره. دومین دلیل محبوبیت هفته مد نیویورک حضور هنرمندان، بازیگران و خواننده‌های معروف هالیوودی در این برنامه است که باعث میشه علاقمندان اونها ساعت‌ها پشت در محل برگزاری نمایش مد برای دیدنشون به انتظار بشینند. طراحان هم از حضور در این شهر که طرفداران مد در اون پایانی ندارند به دلیل روبرو شدن با هنرمندانی که مشتریان اصلی اونها خواهند بود استقبال میکنند. هرچند که برای حضور در این مراسم پرهزینه باید مبلغ قابل توجهی هم پرداخت کنند. اگرچه این هفته یکی از مهمترین، بانفوذترین و ثروتمندترین رویدادهای تفریحی در دنیاست، اما بی‌نصیب از آسیب‌های بحران اقتصادی نبوده. امسال نمایش مد با رکود در فروش و حضور کم تعداد طراحان مواجه بوده. با حضور در مراسم امسال متوجه شدم که برگزار کنندگان اون روش‌های ظریفی رو برای کم کردن هزینه‌هاشون در نظر گرفتن. از جمله تغییر جنس چادرها با سال‌های پیش که کمی ارزان‌تره. اگرچه این فقط برگزار کنندگان نبودند که امسال شگرت‌های خلاقانه‌ای را برای صرفه‌جویی به کار بستند. طراحان هم با کم کردن تعداد مدل‌ها و در نظر گرفتن سبک‌های ساده برای آرایش صورت و مو دوتاشون رو 4 تا کردند. خبر جالب امسال این بود که طراحان لیست افرادی رو که برای حضور در نمایش لباسشون هر سال دعوت می‌کنند به نصف رسوندن به امید اینکه جای بیشتری برای مشتری‌های علاقمند باز کنند. هرچند با این وضع اقتصاد کمتر کسی حاضر به پرداخت بلیط‌های گران قیمت اونه. مارا هفمن یکی از طراحا میگه که امسال با کاهش چشمگیر خریداران مواجه شدن و هر روز شاهده که خودش و همکاراش لباساشون رو انبار میکنن، لباسایی که قاعدتاً باید فروخته میشد. سلماز شریف، تلویزیون فارسی BBC.